نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی شاه به چه سرنوشتی دچار شد؟ خمینی با یک فتوا وارد شد و از مشارکت آقای مسعود رجبی که کاندید گروه‌ها، سازمان‌های انقلابی و جوانان و زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی ممانعت کرد. علتش این بود که خمینی برای بقای حکومتش نیاز به انحصار طلبی مطلق داشت و حضور کسی که طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی از او حمایت کرده بودند برایش قابل تحمل نبود. و در حالی که گفته بود در انتخابات دخالت نمی‌کند، دخالت کرد و مسعود رجوی را به بهانه رأی ندادن به قانون اساسی از کاندیداتوری حذف کرد. وقتی نگاهی به روند بازی انتخابات در رژیم آخوندی بیاندازیم، یک چیز واضح است: انتخاباتی در کار نیست. آنچه که ولی فقیه می‌خواهد با ترفندهای مختلف باید اعمال شود. در سال 88 خامنه‌ای قصد داشت به رونمایی دروغین اصلاحات در نظامش توقف بزند. او پاسدار احمدی نژاد را از صندوق بیرون کشید. قیام مردم ایران ارکان نظامش را به لرزه درآورد و از آن روز بازی و فریبی به نام انتخابات هر روز رسواتر شد. تا جایی که در بهار 1400 مردم ایران رأی دادند به این نظام جنایتکار را این گونه توصیف کردند: وقتی خامنه‌ای و رفسنجانی رئیس جمهور این مملکت بودن، چه گلی به سر مردم زدن که الان جلاد سال 67 با 6 کلاس سواد میخواد اون گلو بر سر مردم بزنه. جمهوری اسلامی انتخاب من و امثال من نبوده و نخواهدم بود. رای بی رای، لطفاً انگشت در خون شهدای آبان نزنید. زنده ام به عشق نابودی جمهوری آخوندی. زنده باد ایران و ایرانی. ما مادران آبان، ما رای نمیدیم. من دلتنگ خنده های محسوم پسرم. جمهوری اسلامی عزیز و حساسم گره. ما دلمون پر از درده، ما دلمون پر از قصت، ما دلمون پر از فریاد، پر از خشم، پر از نفرته. ما صدامون به اینجا نمیرسه. کمک من کنید، من داد خواهی کنم. کمک من کنید، من صدای مردم ایران کجا شنیده می شود؟ کجا از مردم ایران با هر عقیده و مرام و مذهب به صورت یکسان دفاع می شود؟ کجا تمام تلاش اعضا و شرکت کنندگان در آن برای رساندن فریاد آزادی خواهی مردم ایران به گوش جهانیان برجسته می شود؟ با نگاهی کوتاه و گذرا به گردهمایی سالانه مقاومت ایران برای آزادی می توان به این پرسش ها پاسخ داد. گردهمایی ایران آزاد صدای در گلو خفه شده مردم ایران را فریاد می کند. گردهمایی ایران آزاد دادخواه خون شهیدان راه آزادی است، از قتل عام تابستان 67 تا آبان خونین 98. صدایی برای آزادی ایران. شرکت در این گرد همایی هم صدایی برای ایران آزاد است. صدای مادران شهیدان قیام را اینجا میتوان فریاد کرد. میتوان از حق کودکان کار گفت. میتوان فریاد نفی تبعیض و نابرابری علیه زنان را شنید و میتوان برای ایران آزاد و آباد گامهای بلند و عملی برداشت. پیش به سوی گردهمایی ایران آزاد 19 تیر 1400.